هنگام گاز و یا زغال گرفتگی چه کار کنیم و چگونه یک شخص مسموم شده را کمک نماییم؟ پس تا ختم با من هدیه زیایی چینل یاران پلاس را دنبال نمایید. هنگام گاز و یا زغال گرفتگی چه کنیم؟ در فصل زمستان جدن مواظب به حیات خیش باشید. در این فصل مجبورن همه مردم منازل و اتاقهای رهایشیشان را گرم می کنند. ولی توجه و دقت بیشتر باید داشته باشند تا به خطر گاز گرفتگی مواجه نشوند. علایم گاز و یا زغال گرفتگی چی می باشد؟ نشانه های این مسمومیت با گاز کربن مونوکساید می تواند سردردی، سرگیچی، استفراغ، کاهش سطح هوشیاری و نهایتاً کوما و مرگ باشد. اولین و مهمترین اقدام برای نجات فردی که دچار مسمومیت با کربن مونوکساید و سایر انواع گاز گرفتگی شده است این است. ابتدا رسانیدن اکسیژن و هوای تازه به فرد بسیار ضروری است. و همین دلیل به محض مشاهده فردی که دچار گاز گرفتگی شده اولاً کلکین و پنجره ها را باز نمایید تا هوای تازه سریعاً وارد اتاق بشود و در صورت امکان فرد گاز گرفته را به پنجره نزدیک سازید. سپس منبع خروج گاز را باید شناسایی و قطع نمایید و سریعاً فرد گاز گرفته را به شفاخانه منتقل سازید. در این شرایط زنان باردار، کودکان و سالمندان زودتر از سایر افراد آسیب دیده باید کمک شوند. بلافاصله دستمال مرطوب مقابل دهن و بینی باید گرفته شود تا اطرافیانی که وضعیت بهتری دارند دچار گاز گرفتگی نشوند و تا رسیدن شفاخانه هیچ خوراکی یا نوشیدنی به فرد گاز گرفته داده نشود، چون به دلیل حالت استفراغ و دلبدی احتمال خفگی بیشتر می شود. بخاری و یا چری های نامناسب یا عدم نادرست لوله های بخاری گازی یا نفتی، سوختن ناقص نفت بخاری، بدکار کردن بخاری گازی یا سوختن ناقص چوب در چری، سوختن ناقص سنگ زغال، بدکار کردن اجاق غذاپزی آشپزخانه، سوختن ناقص یا نامناسب آب گرم کن جنراتورهای گازی داخل حمام خانه و در محیط دربسته از دلایل عمده مسمومیت با گاز کربن مونوکساید می باشد. برای جلوگیری از مسمومیت با گاز کربن مونوکساید استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، اطمینان از لوله های بخاری، بازبینی صحت کار وسایل گرمایشی و باز بودن مسیر دودکش ضروری است. همچنین از بخاری گازی بدون دودکش نباید استفاده کرد. دودکش بخاری هرچی کوتاه‌تر و مستقیم باشد بهتر است و دودکش های بالای پشت بام باید دارای کلاهک مخصوص باشند و حداقل 75 سانتی متر از سطح بام بالاتر باشند و توسط یک شخص ماهر و مجرب وسایل گرمایشی خانه را سالانه کنترل نمایید. در طی بازسازی خانه مطمئن شوید که دودکش ها باز هستند و بسته نیستند. در فصل سرما همه دریچه های جریان هوا را در منزل یا محیط کار مسدود نکنید. از نصب آب گرم کن در حمام خودداری نمایید. لطفاً نحوه استفاده از گرم کن ها را به اساس اقتضای سن فرزندانتان به آنها بیاموزید. برای دانستن موضوعات مفید بیشتر چینل یاران پلاس را سابسکرایب نمایید.